بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر ناصر و معین. بین آغوش برادر چقدر آرام است، چقدر ناز ربوده است دل بابا را. گویا بار دیگر حضرت پیغمبر دید عکسی از ماه رخ کودکی زهرا را. زینت خانه مهتاب به دنیا آمد، زینب حضرت ارباب به دنیا آمد. چهره اش منعکس از طلعت روی زهراست، عشق بازیش از آن حال و هوایش پیداست. اگر عباس علمدار صف کربلاست، از ازل تا به ابد پرچم زینب بالاست. سوره مریم، سوره مریم قرآن نمی از تفسیرش، وسعت روح بزرگش چقدر ناپیداست. بهترین خوبترین خواهر دنیا آمد، حضرت فاطمه دیگر دنیا آمد. صلی الله علیک یا عقیلت العرب و یا شریکت الحسین یا زینب الکبرا سلام الله علیها. سلام عرض میکنم خدمت یکایک شما بینندگان و سروران گرامی، همراهان خوب و نازنین شبکه هادی تیوی. تبریک میگم به شما عزیزان شام میلاد با سعادت حضرت زینب کبرا سلام الله علیها را، و امیدواریم که ما و شما جزء پیروین عزیز انشالله باشیم. با احترام و با افتخار در خدمت استاد عزیزمان هستیم، سرور معززمان حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضوی. سلام علیکم استاد، بسیار خوش آمدید. عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان عزیز. تشکر از شما. سلامت باشین انشاءالله. خیلی خوش آمدید استاد. خیلی تبریک میگم به شما شب میلاد حضرت زینب کبری سلام الله علیها را. شاید برای بینندگان عزیز ما یک کمی سوال ایجاد شده باشه که چرا در سه‌شنبه شب که به هر حال ما برنامه احکام داشتیم با استاد محترم حاج آقای رسولی، چی شده که استاد عزیز ما حاج آقای رضوی تشریف آوردن، ما ویژه برنامه تهیه دیده شده به مناسبت شب میلاد حضرت زینب سلام الله علیها، و درخواست کردیم از استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای رضوی که تشریف آوردن، و انشاءالله امشب از مطالب ارزشمند شما استفاده خواهیم کرد. اما چیزی که بعد از شنیدن نام حضرت زینب سلام الله علیها به ذهن انسان میآید، بحثی است مثل عفت، حیا. برای همین موضوعی که انتخاب شده حضرت زینب سلام الله علیها الگوی حیا و عفت است. ان شاء الله استفاده میکنیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک ایتها الکاملة العاملة. درود می فرستم به روح مطهر بانوی فضیلت ها، عالمه کامله عامله، بی بی زینب کبرا، و سلام. تبریک میگم محضر همه بینندگان عزیز و به خصوص جناب شما. لازم است در ابتدای بحث ما اشاره داشته باشیم به مشخصاتی بی بی، گرچه این مسئله در ذهن همه حضار بسیار روشن و مسلمه که بی بی بانوی فضیلت هاست. منه. بی بی عالمه غیر معلم است. بی بی عامل کامل در دین مبارک اسلام است، و به همین مناسبت حتی پیامبر و خاندان پیامبر برای بی بی زینب کبری سلام الله علیها احترام قائل بودند. خب بی بی در پنجم جمادی الاولا مثل امشب، در پنجم یا ششم سال هجری قمری در مدینه منوره، بعد از برادر عزیزش امام حسین علیه السلام دیده به جهان گشودند. اونطوری که در تاریخ ثبت شده، زمانی که بی بی زینب کبری متولد شد، حضرت پیغمبر
در سفر تشریف داشتن. بعد از اینکه آمدن و مشرف شدن در مدینه، با بشارت از خانه فاطمه زهرا سلام الله علیها به ولادت بی زینب کبرا، حضرت مشرف شدن در خانه حضرت زهرا. این قنداقه را به احترام به دوش گرفت و به بغل خودش گرفتک. نامگذاریش را هم زینب، اونطوره که معروف و مشهوره، یعنی زینت پدر، یا در بعضی تعبیرها هست که درخت با بوی خوش و شکوفه زیبا، اسم این دختر را از طرف جبرائیل گذاشت. حضرت آیت الله جزائری رحمت الله علیه در خصائص زینبیه اشاره میکنه که پیغمبر وقتی این قنداقه را در بغل خودش گرفت و نام گذاشت، او را بوسید و فرمودند که حاضران امتم به غائبان برسانه که این دختر، دختر با کرامته. و اونقدر پیغمبر ارج گذاشت این دختر را که گفت ای بسیار شباهت داره به خدیجه کبرا. همانطور که خدیجه کبرا را به بزرگی یاد میکنه امت اسلامی به عنوان ام المؤمنین، زینب هم همون کرامت هایی را که در بی بی خدیجه کبرا هست داراست. بله. این دخت گرامی حضرت علی مرتضی و فاطمه زهرا سلام الله علیها بعد از اینکه شوهر کرد، مصیبت های زیادی در زندگیش رو متحمل شد. در 5 سالگی یا به عبارت بعضی روایت ها در 3 سالگی مادر گرامیش رو از دست داد. خب علی مرتضی مصیبت ها و قضایایی که در زندگیش پیش آمد، حضرت امام حسن مجتبی و در کربلا شرکت کرد. اما اونچه که ما از زندگی بی بی زینب کبرا سلام الله علیها درس میگیریم، تمام ابعاد و شاخصه هایی است که بی بی از نظر اخلاق، از نظر درایت، مدیریت و برنامه های زندگی داشته. همه اینها به عنوان یک درس در زندگی حضرت زینب سلام الله علیها برای ما مجسم و در تاریخ همه اینها ثبت شده. یکی از شاخصه هایی که حقیقتا نیازی به بیان کردن داره، مسئله حیا و عفت بی بی زینب کبرا سلام الله علیها است. خب مسئله عفت در دین اسلام از ضرورت های دینی به حساب میه. حالا ای که ما میگیم عفت و حیا، مفهومی که از این دوتا کلمه هست خب برای ما خیلی روشنه. حیا یعنی پاک دامنی، یعنی عفت داشتن، و عفت هم یعنی اون مفهومی که حیا میتونه مقدمه برای عفت باشه. یعنی در حقیقت اگر ما حیا داشتیم، حیا اسباب عفت را برای ما فراهم میکنم. لذا حیا داشتن و عفت داشتن یعنی نهادی نکردن و عمل کردن به اون چیزهایی که به عنوان خصائص پنهان در وجود انسان وجود داره و این انسان آشکار نکنه. خویهای بد، آداب و روشهای بد، اخلاق بد، تظاهر بد، چیزهایی که شایسته یک انسان سالم در زندگی نیست. استاد میبخشید، واژه حیا و عفت شاید بعضی از بینندگان عزیز یه تو در ذهنشون بیایی که مربوط میشه زیادتر به نسوان و به خواهران و مادران. آیا دامنه شمولی به مردان هم میرسه یا نه؟ نه خیر، نه اینطوری نیست. یعنی انحصاری نیست. حیا داشتن یعنی شرم داشتن، آزرم داشتن، باز کردن و تکشف اون چیزی که باید پنهان باشه، باز نکردن اون چیزی که باید پنهان باشه، اینها همه در مفهوم حیا وجود داره.
این مربوط به زن نیست، مربوط به مرد نیست، مربوط به پسر نیست، جوان، پیر. اگر همه حیا داشته باشیم، لازمه زندگی ما اینه که اینه در خارج تبارزش بتیم. لازمه هر زندگی اینه که انسان دارای حیا باشه در برابر دیگرها و در اعمالی که خودش داره. پس بنابراین انحصاری نیست که ما بگیم حیا تنها مربوط به زن، مرد هم باید حیا داشته باشه، عفت داشته باشه، پسر جوان، پیر و همه اقشار انسان. بسیار تشکر میکنم استاد محترم. به زمان میان برنامه رسیدیم. به اتفاق شما و بینندگان عزیزمان سری میزنیم به اتاق فرمان و بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همراه ما باشیم. شادی و هلهله در بیت رسالت و امامت موج میزند. قرصی از قمر، میوه شیرین دل حضرت رسالت پناه، جانشین مادر زینت پدر، همبازی حسن و حامی حسین سلام الله و سلامون علیه مجمعین آمده است. پنجم جمادی الاولا سال پنجم هجری مدینه از یمن ولادت قمری از اقمار نورانی شد. او را به جهت نامگذاری نزد پیامبرش آوردند و پیامبر منتظر جبرائیل. جبرئیل نازل شد و خبر داد که خدایش زینب بخوندش. حضرت پیامبر گرامی اسلام در مسافرت بودند و به این خاطر منتظر ششتن تا پیامبر گرامی اسلام بیاید. بعد که پیامبر آمدن و حضرت علی علیه السلام نوزاد پیش حضرت پیامبر میاره و بعد میگه که نامی بالای این فرزند یا کودک بگذارید و بعدا حضرت پیامبر گرامی اسلام میفرماید که من در این امر از خدا پیشی نمیگیرم، یعنی خدا باید اسم این کودک نوزاد بگذاره. در امین جریان بودن که حضرت جبرائیل نازل میشه و به پیامبر سلام میفرسته و به پیامبر عرض میکنه نام این کودک میتونین که زینب بگذارین و بعد میگه که این نام خداوند انتخاب کرده که از برگزیده های نام خداوند است. معروف است زینب به معنای زینت پدر یا زینب میباشد. حضرت زینب سلام الله علیها وارث فصاحت، شجاعت، علم، ایمان و قدرت مناظره حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام بود و این ویژگی ها را در جریان حوادث کربلا نمایان کرد. حضرت زینب سلام الله علیها یک نمونه بارز و کامل و تمام عیار یک زن و یک زن نمونه در جهان اسلام است، یک الگوی تمام عیار و هر زن مسلمانی میتونه به عنوان زن نمونه به ایشان نگاه بکنه. همونطوری که چادر از مادر ایشان به ما به ارث رسیده و همونطوری که حجاب و نماز که حضرت زینب سلام الله علیها یک نگاه ویژه‌ای بود داشتن، حتی در شب 11 که همه عزیزانش را از دست داده یک التفات ویژه با اون داشته باشه، از نکاتی هست که ما میتونیم در زندگی روزمره ما از استفاده بکنیم. ایشان براستی جوهره کامل و سلاله بارز از حضرت امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره علیهما سلام است. میراث علوی با لقب زینت پدر و میراث فاطمی با لقب فاطمه صغرا در ایشان متجلی است. همو بانویی که در هر فضیلت تمثیلی از پدر و مادر خیش است. لا فتا الا علی، لا بنت الا زینب. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی. خوشحال هستیم که توفیق حاصل شد تا در خدمت شما عزیزان باشیم در این شب بابرکت، شب میلاد حضرت زینب سلام الله علیها. قبل از اینکه از محضر استاد استفاده کنیم، پل ارتباطی رو خدمت شما بزرگواران اعلام میکنم. نمبر مثبت 964-780-255-413 پل ارتباطی ما با شما در واتساپ است. میتونین سوالات و نظرات و پیشنهاداتتان رو با ما شیر کنید. شاید به ذهن بینندگان عزیزمان خطور کنه که خب چقدر خوب میشد استاد که در این شبی که به هر حال شب میلاد حضرت زینب سلام الله علیها هست استفاده میشد از حضور کارشناسان خواهر ما. خدمت عزیزان عرض کنیم که فردا ساعت 1 برنامه روشنا ویژه برنامه است که ویژه برنامه
تهیه دیده شده در مورد روز میلاد حضرت زینب سلام الله علیها، که به هر حال خواهران آشنا هستند با برنامه روشنا که توسط اساتید و کارشناسان برجسته خواهران انجام میشه، انشالله که نزاگر میباشن. استاد محترم، فرمودید حیا به عنوان یک پیش مقدمه برای رسیدن به عفت، اگر مهربانی بفرمایید و در مورد مفهوم عفت توضیح عنایت بکنید و اینکه چه ضرورتی دارد که آیا حیا و عفت حتما باید باشه یا نه. همونطور که عرض کردیم، حیا به معنای شرم یا آزرم و مفاهیم از این قبیله و این مقدمه مشاورای عفت، عفتی که به معنای پاکدامنی است، عفتی که به معنای مناعت طبع، عفتی که انسان را از بروز صفات شهوانی و نفسانی مانع میشه. معنای عفت پس بنابراین یعنی پاکدامن نگه داشتن و اون صفاتی را که در وجود انسان هست به عنوان منابع شهوت و غرایز، اینه در خارج انسان بیرون نته. این میشه عفت و در واقع همونطور که عرض کردیم حیا میشه مقدمه برای عفت. یعنی اگر انسان فرض بفرمایید حجابش را، اگر انسان اون داشته ها و خواسته هایی را که در وجودش هست اینها را باز نکرد، در معرض دید دیگران قرار نداد، در حقیقت این مقدمه عفت را، پاکدامنی را برای خودش آماده چیکار کرده؟ آماده کرده. پس به من عفت یک حالت نفسانی است که از غلبه شهوت انسان را باز می‌داره و نگه می‌داره. این در مورد این مطلب. اما ضرورت حیا و عفت در دین اسلام یکی از چیزهای بسیار بسیار لازم و ضروری است که به این باید اشاره شود. ما در منابع اسلامی داریم که اگر حیا از بین رفت، دین انسان از بین میره. پس ببینید تلازم ملازمه هست و یک نوع ارتباط مستقیم بین حیا و دین انسان، که اگر انسان حیا نداشته باشه، دین خودشو در واقع در معرض تلف قرار داده. ما احادیث مختلفی در این مورد داریم. بله؟ احادیث مختلف در این مورد داریم. حضرت علی علیه السلام میفرماید لا ایمان لمن لا حیا له، یعنی کسی که حیا نداره ایمان نداره. اگر انسان ایمان نداشته باشه، در حقیقت دینش در معرض تباهی و هلاکت قرار گرفته. پس بنابراین ما ضرورت داره که مسئله حیا را بررسی کنیم، برای که خب اولا حیا مقدمه عفت، عفت لازمه دینداری انسان و ایمان انسانه. حیا و عفت میتونه پایه استوار برای زندگی انسان، برای دینداری انسان و برای ایمان انسان باشه. علاوه بر اون، اگر کسی حیا داره، اون شهوات نفسانی را کنترل میکنه. پس حیا بازدارنده از زشتی های انسان میشه. صفات غرایز شهوانی که باعث زشتی انسان است که انسان اینها را در معرض دید دیگر را قرار بده. اگر انسان حیا داشته باشه، این حیا باز می‌داره انسان را از در معرض قرار دادن این خواسته ها و شهوات نفسانی. لذا در حدیثی داریم حضرت علی علیه السلام می‌فرماید الحیا یسد عن فعل القبیح، اگر انسان حیا داشته باشه، این حیا بازدارنده از زشتی هاست، انسان را از انجام کارهای زشت مانع میشه. از درون ای از درون ایجاد بله میشه. ای ملکه نفسانی که در وجود انسان هست مانع میشه که انسان اون زشتی هایش را در خارج در معرض دید دیگر قرار بده. حیایی که میفرمایید آیا یک مطلب امر خدادادی است یا نه میشه اکتسابی باشه؟ نخیر. غریزه فطری در وجود انسان است. اما ایره انسان میتونه بارورش کنه، تقویتش کنه. بالاخره همونطوری که هر فطری در درون انسان، وقتی انسان اون کنترل نکنه، وقتی اون نگهش نداره، مزمحل میشه، از بین میره، خاموش میشه.
ببینید فطرت خدایی، فطرت الله التي فطر الناس علیها، همین فطرت طبیعی خداخواهی در وجود انسان هست اگر اینا انسان خاموشش نکنه. بله. اگر بالاخره خواسته های انسان، امیال انسان، اون فضایی که در اونجا انسان وجود داره، این میل فطری و اون خاصیت فطری را از بین نبره و مضمحل و خاموشش نکنه. حیا هم همینطوریه، عفت هم همینطوریه، ملکه درونی انسان است و از فطریات انسان است، منتها انسان باید اینه بارورش کنه، باید اینه در خارج بروزش بده و بالاخره کنترل کنه نفس خودش رو با حیایی که وجود داره. استاد محترم، چون موضوع برنامه ما هم که حضرت زینب سلام الله علیها الگوی حیا و عفت بود، حالا اگر وارد بخشای از زندگانی حضرت زینب سلام الله علیها شویم و مصادیق حیا و عفت برای ما و بینندگان عزیز بازگویی کنید در زمان جوانیشان، کودکی، نوجوانی. بی بی زینب کبری سلام الله علیها مظهر حیا و عفت بوده. یعنی اگر ما طول زندگی بی بی را و عرض زندگی بی بی را بررسی کنیم، میبینیم این بانو اساس عفت و پرهیزگاری و حیا در زندگی خودش در طول دوران عمر بسیار بسیار پرفراز و نشیبش بوده. یحیای مازنی یکی از رواته، البته این حدیث در متون قبلی گرچه پیدا نشده ولی در کتب تاریخ مثل انصاب الاشراف و امثال اینها، یعنی اون متون روایی و تاریخی که در قرن 14 و بعد آمده، این حدیث را به عنوان یک منبع تاریخی ذکر میکنه که یحیای مازنی میگه خانه ما در کنار خانه حضرت علی علیه السلام بود، سالها در کنار خانه علی زندگی میکردم، یک دفعه من ندیدم صدای زینب یا خارج شدن زینب در بیرون خانه را کسی مشاهده کرده باشه. بی بی اونقدر حیا و عفت داشت و در خانه ای که منبع حیا بود بارور شده بود، متولد شده بود، زندگی میکرد. یحیای مازنی میگه وقتی در مدینه بی بی زینب کبری مشرف میشد به دیدار خانه، به دیدار زیارت پیغمبر و زیارت کردن قبر حضرت پیغمبر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، نصف شب از خانه بیرون میشد و هم با یک کیفیت خاصی. اینطوری نبود که نصف شب تنها از خانه بره بیرون، علی علیه السلام در جلو بی بی را می افتاد، حضرت امام حسن و امام حسین در دو طرفش، بی بی را می بردن در زیارت قبر جد بزرگوارشان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. بعدم وقتی اونجا می رفت، حضرت این نور چراغ‌ها را کم میکرد. حضرت امام حسن میگه برای ما مسئله ساز شده بودی قضیه، خب چرا حضرت علی قدر بالاخره این کارا را انجام میده؟ سوال کردم آقا جان چرا این کار را میکنی؟ حضرت فرمودن اخشا اینظر احدون الى شخص اخت که زینب، من میترسم این دیده های نامحرم به اون جسم نازنین زینب کبری بیفته، مردم بی بی زینب رو ببینه. ببینید این حیا و عفت در بی بی مظهر درس برای همه ما. استاد، خب مطالب که فرمودید همش مستند و با منابع، ولی یک جوان امروزی، یک دختر خانومی که عالمیه به عنوان الگوی خود انتخاب میکنه حضرت زینب سلام الله علیها را و در زندگانی حضرت سیر میکنه، مطالعه میکنه، چه رقم باید این مسئله، خب این شرایط خب کلن فرق میکنه، شرایط زندگانی عالی، این هم بتونه از او عفاف و از او حیا و عفت داشته باشه، همی که به حال کسی نگه که یک عنصر عقب مانده استش در جامعه و بروز نیستش و امثالی گپا زده نشه. خدمتتون عرض کنم شرایط زندگی بی بی زینب کبری یک شرایط خاصیه. بی بی مظهر، نمونه،
الگو برای جامعه بشریت این شرایط خاص اقتضا میکنه که با این کیفیت بتونه الگو بودنش را برای جامعه و جوانا ثابت بکنه و الگو قرار بگیره. این معنایش این نیست که ما تمام خصوصیات زندگی ما را مو به مو اون چی که مختص زینب کبرا یا ائمه طاهرین بود منطبق بسازیم و همینطوری، چون این کار از دست ما اصلا برنمیه. اما به قدر توان، به قدر که انسان در معرض دید نامحرم قرار نگیره، به قدر که حیا و عفتش رعایت شده باشه، باید از بی بی زینب کبرا الگوگیری کنه. لذا شرایط زمان، شرایط مکان، شرایط اشخاص کاملا در این قضیه متفاوته. اما این معنایش این نیست که ما همینطوری ول و رها نه حیایی داشته باشیم، نه عفتی داشته باشیم، نه حجابی داشته باشیم. چون اگر این کار را کردیم و به این صورت زندگی کردیم، زندگی ما زندگی زینب گونه نخواهد بود. لذا در حد توان باید از زندگی حیا و عفت بی بی در زندگی ما درس بگیریم. بسیار عالی. یعنی هر کسی تلاش کنه که به هر حال این الگو و این الگو رو داشته باشه و نسبت به شرایط خودش سعی کنه رعایت کنه تا جایی که ممکن باشه. بسیار عالی. این معنیش مثلا نه تهجر، نه مثلا رفتن به زمان خدمت پیغمبر یا مثلا زمان حضرت علی و زینب کبراست. منتها این روش و مسیر را باید ما حفظ کنیم و الگوگیری ما از زینب کبرا در مسئله حیا و عفت باشه با تطبیق به شرایط زمان، مکان و خصوصیات افراد. بله بسیار عالی. به اتفاق استاد محترم و بینندگان عزیز، میبینیم میان برنامه دوم را و انشاءالله بعد از دیدن میان برنامه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. همراه ما باشید. ابو صالح ابو صالح سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما بینندگان و سروران گرامی. با ویژه برنامه حضرت زینب سلام الله علیها، الگوی حیا و عفت، مهمان دیدگان شما عزیزان هستیم. استاد، همونطور که فرمودین و اشاره کردین در قسمت گذشته، خب اگر رو کسی یک جوان امروزی میبینه که طبق نقلی که فرمودین حضرت زینب سلام الله علیها از خانهش نمیبرامدن، کسی اونا رو نمیدید، و ای که خب باید در جای دیگه ببینن همین حضرت زینب سلام الله علیها در مجلسی بر حال خطبه غرایی و حق و باطله در جای خودش، یک وقتی بعد برداشت نشه همونطور که شما اشاره فرمودین، باید درست انتخاب شده دیگه. بله. خب بحث حیا و عفت در زندگانی حضرت زینب سلام الله علیها دنبال میکنیم و یکی دو سوال دیگه اگر زمان داشته باشیم در خدمتتون هستیم. بله، همونطور که عرض کردیم بی بی زینب کبرا سلام الله علیها مظهر، الگو و نمونه حیا و عفت بوده. اما این حیا و عفت بی بی مانع از خدمات اجتماعی، برنامه های اجتماعی، مراوده با مردم و برخورد با دیگرا نمشوده. ما میبینیم نمونه های زیادی در زندگی حضرت داریم که با اون حیای خودش، با اون عفت خودش در برابر ظلم، در برابر قساوت های قلب، در برابر بیدینی ها استادگی میکرد و با حیا و عفت خودش مثل یک شمشیر بران ظلم را و فساد را
میکوبید و برش میزد. لذا ما میبینیم در زندگی بی بی زینب کبرا زمانی که کاروان کربلا بالاخره تاراج شد، شهدا و قضیه کربلا حل و فصل شد، وقتی فرستادن کاروان را به سوی کوفه، حضرت در مجلس ابن زیاد با اون حیای خودش و عفت خودش چطور در برابر ظلم استادگی کرد. این باعث میشه که ما از زندگیش درس مهم را بیاموزیم و او درس مهم اینه که انسان اگر حیا داشته باشه، اگر عفت داشته باشه، تأثیرش در اجتماع بیشتر از اون چیزیه که یک انسان به عفت و به حیا او تأثیر داره. لذا ببینید در کتاب شریف احتجاج کیفیت برخورد حضرت زینب در برابر کوفیان به عنوان یک منبع برای تبارز حیا و عفت بی زینب ذکر شده و بیان شده. وقتی حضرت از کوفه برگشت، در مراجعت به سوی کوفه، اونجا مردم با یک چشم خاصی، با یک دید خاصی نسبت به اهل بیت برخورد میکرد، فکر میکردن اینها یک تعداد انسانهای ذلیل و انسانهای بدون هیچ گونه داشته های دینی و اخلاق اسلامیه، لذا با یک دید خاصی نسبت به کاروان اسرا نگاه میکرد. آقای هزیم ابن شریک اسدی روایت میکنه، میگه حضرت زینب سلام الله علیها در خطبه ای که در برابر اهل کوفه بیان کرد به این کیفیت این خطبه را ذکر میکنه، میگه فاومعت زینب بنت علی ابن ابی طالب الی الناس بسکوت. وقتی مردم با دید بسیار پست نسبت به کاروان اسرا نگاه میکرد، مردم کوفه، حضرت زینب مردم را در واقع دستور به سکوت داد، گفت مردم آرام باشید. اونا خنده میکردن، مسخره میکردن، حضرت دستور داد که ساکت باشید. آقای حزیم اسدی میگه لم ارى والله خفرتن قد تو انتق منها. این تکه کلام را بنده میخواستم در محضر بینندگان عزیز و خدمت شما یک مقدار باز کنم. بله. حزیم اسدی میگه من ندیدم به خدا قسم خفره ای را. این کلمه خفره را الان خدمت شما توضیح میتونم که ناطقتر و گویاتر و زبان بازتر باشد از زینب کبرا سلام الله علیها. کلمه خفره را اونطور که اکثر علما و دانشمندان اهل لغت مثل ابن منظور در لسان العرب و امثال اینها مثل العین خلیل نحوی در العین بیان کرده، میگه یعنی حیایی که مثل او دیده نشده. ببینید حضرت زینب سلام الله علیها این مردم را با اون حیایی که در وجودش نهادی نشده بود دستور داد به سکوت کردن. نکته بسیار مهم اینه که با این حیا و عفت کلام انسان چقدر تأثیر گذاره در برابر اون کسی که با بی‌حیایی مراوده اجتماعی را با دیگرا لحاظ میکنه. در این روایت در قسمت از ای داره که حضرت فرمودند مردم ساکت باشید، مردم ساکت شدند. بعد اونقدر بی بی صحبت‌های زیبا را بیان کرده که میگه همه این جرس‌ها یعنی شتورها، اون چیزهایی که حمل میکرد بارم آدما، همه ساکت شدن. راوی میگه در کنار من یک پیرمرد نشسته بود، دیدم که همینطوری اشکایش به صورتش جاری میشه. ببین این تأثیر حیا و عفت در زندگی انسانه که اگر انسان با حیا مراودات اجتماعی داشته باشه
بسیار اثرگذارتر است از کسانی که با بی‌حیایی با مردم مراوده داشته باشه و در اجتماع با دیگران برخورد کنه. دستش را به سوی آسمان میگه ای آقای پیرمرد بلند کرده بود و داشت دعا میکرد و داشت مدح و ثنای اهل بیت را بیان میکرد. این خفره ای که در وجود زینب بود، یعنی اون شوکت و جلال با عفت و با حیا آمد در برابر مردم قرار گرفت، مردم هم از این حیا و عفت که در وجود زینب بود الگو برداری کردند، تسلیم ای حیا شدند، این مظهر حیا را الگوی خودشان قرار دادند. گفتند بابا نگاه کنید بی زینب کبرا چی مگه؟ حضرت با ما خطبه غرا را خواند و بعد دستور داد که بله ما اهل بیتیم، اهل بیت پیغمبریم، از خاندان پیغمبریم و صحبتهایش کاملا اثرگذار بود. واقعا این صحبتهایی که در او شرایط جسمانی و روحانی، در او شدائد و مصیبت ها و گرسنگی و خستگی، همه اینا در کنار هم، ولی خطبه ای که به هر حال تا امروز ماندگار شد. استاد ما کمتر از 3 دقیقه زمان داریم پایان برنامه و ضمن ای که انشالله جنبندی رو در خدمتان هستیم، یک اشاره هم به آثار بی عفتی و بی حیایی در جامعه هم داشته باشیم انشالله. بله، بنده میخواستم نمونه های دیگر از حیا و عفت بی بی زینب کبری سلام الله علیها را محضر شما و بینندگان عزیز عرض کنم. اون برخورد با حیایش در مجلس ابن زیاد، اون برخورد با حیا و عفتش در برابر یزید لعنت الله علیه وقتی وارد شد اونجا مخاطب قرار داد یزید را که شخص یزید ببین شما حریم رسول الله را نقص کردی، این بچه های رسول الله را، یعنی حضرت در مجلس یزید اشاره به چیز دیگر در ابتدای کلامش نداشت، اولین سخنش این بود که شما آمدی حیا و عفت این خاندان را دریدی، از بین بردی، اینها را در معرض دید دیگر را قرار دادی، در حالی که اهل و عیال خودت را در سراپرده خودت نگه داشتی، در حریم خودت نگه داشتی. خب اینها نمونه های بارز از حیا و عفت بی بی زینب کبری سلام الله علیها است. چون وقت محدوده، ضرورت و پیامدهایی که برای حیا وجود داره، اون آثار دنیوی و اخروی است که برای این قضیه موجوده. در دنیا ببینید ما نمونه هایی داریم که بی عفتی ها سبب زوال کشورها شد، بی عفتی ها و بی حیایی ها باعث زوال ملت ها و حکومت ها شد. نمونهش رو ما در اندلس در اسپانیا مشاهده کردیم، وقتی مسلمان ها را نتانستن به وسیله های دیگر از بین ببرند، تعداد از انسان های بی حیا را وارد جامعه کرد. اینها بچه ها، جوان ها و انسان های با شهوت و شهوتران را اسیر خودشان قرار دادند و در نتیجه زوال این کشور چی شد؟ آماده شد و فراهم شد. خب دیدیم اسپانیا را از دست کشورهای اسلامی و از دست مسلمان ها گرفتن. این نمونه بی‌حیاییه. اگر ما در زندگی ما ببینید، در زندگی دنیوی ما حیا و عفت را رعایت نکنیم، چی مرد باشه چی زن باشه، از نظر فردی آسیب میبینیم. آسیب های فردی به دنبال بی‌حیایی هاست. درست. همانطوره که جوانان ما متاسفانه در معرض این آسیب ها الان قرار گرفتن در کشورهای مختلف اسلامی، باعث زوال خانواده هاست. ببینید طلاق ها را اگر آمارش رو ما در جامعه مراجعه کنیم و ببینیم، بیشترش منشأ بی‌حیایی و بی‌عفتی است. جامعه به فساد کشیده میشه، چی مرد باشه چی زن باشه. ای آثار دینی، آثار دنیویش، آثار اخرویش هم که معلومه دیگه، انسان در معرض بدترین عذاب ها و نافرمانی ها و تخلف از تکلیف های الهی قرار میگیره و خداوند دیگه اون عذاب مخلد دائمیش را نثار انسان هایی میکنه که اینها در زندگی خودش حیا و عفت ندارن. بسیار عالی، تشکر میکنم استاد محترم، بیانات ارزنده شما. انشالله که مورد عنایت توجه بینندگان عزیز ما قرار گرفته باشه. آن که نامش کرده عالم را مطهر زینب است، آن که وصفش
می رو باید هوش از سر زینب است، آن که داغ شش برادر را به دل هموار کرد تا بماند جاودان دین پیامبر زینب است. گر علی باشد به عالم اسوه و الگوی صبر، آن که صبرش با علی باشد برابر زینب است. فاطمه استاد دانشگاه شرق صفاف، فارغ التحصیل دانشگاه مادر زینب است. از همه شما بینندگان که تا این لحظه برنامه را همراهی کردید سپاسگزاری میکنیم و تا دیدار بعدی همه شما را به خداوند متعال می سپاریم. خدایا را نگهدارتان. خدا.